با سلام به تمامی بینندگان پرژین اوارتس، امیدوارم هر کجای دنیا که هستید حالتون خوب و خوش باشه. مهمون امروز برنامه ما آقای محمد حسن حاجی زاده. آقای حاجی زاده خوش اومدین. زنده باشین، درود بر شما و کانال بسیار پرمهرتون. بنده محمد حسن حاجی زاده هستم، از شهرستان گراش، یکی از شهرهای جنوبی استان فارس. بله، خیلی خوشحالیم که دعوت ما رو پذیرفتید و برنامه ما اومدید. اگر لطف کنید بیشتر خودتون رو برای بینندگان ما معرفی کنید ممنون میشم. بنده از سنین نوجوانی یادمه که هنوز نه فروشگاه آلات موسیقی در شهر ما بود، نه آموزشگاهی وجود داشت و نه کسی با موسیقی حتی آشنایی داشت از نزدیک. بنده با صدای شنیدن موسیقی یا از تلویزیون یا از کاست یا از چیزایی که بالاخره دم دست بود و گوش میدادم متحول میشدم و احساس میکردم که یه جورایی من با این حس یکی هم. و یادمه که تو سنین 13 یا 14 سالگی بود که یک خدا بیامرز پیرمردی بود، ایشون رو دعوت میکردن توی عروسی ها و ساز تار رو مینواختن. بله. ساز تار رو مینواختن، بله. و بنده هر عروسی که وجود داشت که از ایشون دعوت میشد من اونجا حضور داشتم و ایشون مینواخت و من محو تماشای ساز ایشون بودم. خدا رحمتشون کنه، آقای غلام ظریف بود اسمش، اهل شهرستان لار بود، از لار دعوتش میکردن. حالا جالب اینجاست که زمانی که ایشون می نواختن تمام دعوت شده های عروسی مشغول شادی و کف زدن و رقص بودن، ولی من بغض گرفته بودم و یه گوشه نشسته بودم به حالت گریه. بغضم گرفته بود که چرا ایشون این ساز رو در اختیار داره و به این زیبایی می نوازه ولی تو دست من نیست. و خیلی غصه می خوردم، خیلی زیاد غصه می‌خوردم که چرا من یکیشو نمیتونم تهیه کنم. آخه نه فروشگاهی وجود داشت، نه نزدیکی ما فروشگاهی وجود داشت شهرستان اطراف، تا خود شیراز که با ما حدود 400 کیلومتر فاصله داره و منم یک نوجوان نمیتونستم این مسافت رو برم و سازی رو تهیه کنم. و این موضوع گذشت تا سن حدودا 16-17 سالگی بود که داداشم توی شهرستان ارومیه، شمالی ترین شهر نسبت به شهر ما، اونجا خدمت سربازی بود و تلفن زدم که من پول تموم کردم و به من پول برسونید.